سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقه‌مندان به ورزش زیبا و جذاب فوتبال. حالا ضربه رو باید بزنن. قائدی محکم میزنه، تیر دروازه به لرزه در میاد. قائدی چه اختیاباته! و توپ بعدی هم از بالای دروازه به بیرون رفت، به لرزه در اومد با این ضربه پای راسته قائدی. نگاه کنید، نیازمند هم تعقیب کرد مسیر حرکت توپ رو. در اوج آمادگی است قائدی، هنوز هم دارن میان به ورزشگاه نقش جهان. حسینی با پای راست میفرسته، فرصت برای سپاهان و توپی گرایی کورنر شد. حالا توپ فرستاده میشه به روی دروازه، مشت دروازه‌بان حسینی توپ رو بر میگردونه و اجازه نمیده که خطر تهدید بکنه. یه بار دیگه موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم سپاهان. نتیجه 1-0 میشه. چه کسی هم موفق به گل زنی میشه؟ ولیسیانی، سید حسین حسینی. این ارسال محمد رضا حسینی و این هم ضربه پای راست ولیسیانی. از این نما ببینیم چه اتفاقی رخ داد. این ارسال و فرار از خط آفساید توی این نما بهتر میشه دید و دروازه‌ای که باز میشه. در دقیقه 14 حساب کار 1-0 میشه به سود سپاهان. بعضی از مربیای موفق خارجی در فوتبال ایران اصلا با بی‌انضباطی رابطه خوبی نداره. دانشگر رو برای دومین بازی متوالی نیاورده. حالا ارسال توپ به تیر دوم موقعیت، وریا رو بغل، فرصت برای استقلال، فرصت برای استقلال و پیام نیازمندی که توپ از کنار دروازش به بیرون رفت. حالا توپ فرستاده میشه به روی دروازه، موقعیت برای استقلال. دوباره میلیچ ضربه رو میزنه و چه واکنشی نشون میده پیام نیازمند. ضربه تماشایی میلیچ و واکنش دیدنی نیازمند. در سمت راست زمین دوباره یه نفوذ، وریا غفوری داخل محوطه، یه پاس به بیرون قائدی، دو تا مدافع روی پاش رفتن. حالا توپ فرستاده میشه برای دیاباته، دوباره ضربه سر و توپ بیرون میره. شیخ دیاباته 5 زده برای استقلال در 2. پشت محوطه جریمه، موقعیت برای استقلال، یه شلیک باز هم به سمت چارچوب و دوباره توپ بیرون رفت. علی کریمی نمیاره به اصفهان، نشون میده که چقدر روی اصول هست و براش مهمه مسائل انضباطی تیمش. دوباره توپ فرستاده میشه، یه ضربه سر و نیازمند. برای فرار از این باخت چه خواهد بود؟ نیمه دوم سریال جذابی است که حتما بیننده او باشید. یه ضربه دیگه و باز هم کورنر. قائدی حالا تو فرستاده میشه به تیر نزدیک در موقعیت برای استقلال و دوباره توپ به بیرون میره. گرفته شده، با هم ببینیم چه اتفاقی رخ داد. این ارسال بلند و این ضربه کریمی در میانه میدان، خطایی نیست. مهدی زاده بازی رو دنبال میکنه، نوید کیا، سجاد شهبازاده توی عمق حرکت کرده. یه موقعیت برای سپاهان و سعید آقایی. حالا بلند میلیچ به داخل محوطه جریمه، نوید کیا اونجا اعتراض شدید نیمکت استقلال. حالا نوید کیا به حرکت خودش ادامه میده، وریا به استقبالش میاد و اومد بالای سرش و کارشناسان داوری باید راجع به این صحنه صحبت بکنن. آندرا استراماچونی داره توضیح میده که چگونه توپ به دست کیروش استنلی برخورد کرده. با همین وجود VAR اشتباهات داوری رو به وفور میبینیم. این لحظه ایه که تو با دست استنلی برخوردی داشت و اعتراض شدید جواد زرینچه و آندرا استراماچونی و بقیه. باز هم با هم ببینیم، این لحظه ایه که دست کیروش بالا اومد، یه لحظه هم دستش رو جمع کرد و اعتراض هوادارای استقلال هم به گوش میرسه. این لحظه برخورد هست. دیاباته خط دفاعی سپاهان بر میگرده،
حالا در اون سمت قفوری ارسال تو پرسر برای استقلال و توی دروازه گل برای استقلال مهدی قائدی. این ارسال از قفوری، این ضربه پای راست قائدی دروازه رو باز کرد، شش گله میشه مهدی قائدی. با هم ببینیم این ارسال، این ضربه و نیازمند. مشاهده میکنید به چه شکلی دروازه باز شد. خوشحالی ضربه سر از مدافعین استقلال پشت محوطه، یه ضربه از راه دور، امید نورافکن. مدافعین برمیگردونن، نورافکن دوباره آقایی روی پای چپش، حالا توپ رو میفرسته داخل محوطه و مدافعین برمیگردونن. موقعیت شهباز زاده رو به عقب، ضربه که روی پای کیانی جفت و جور نشد در واقع توپ، حالا دوباره نورافکن، موقعیت برای سپاهان قرار بگیره و بوریا جاش رو تغییر نده. حالا ارسال بلند، موقعیت برای سپاهان، عجب فرصتی رو از دست میده اونجا. با هم ببینیم این لحظه بود که حالا تو در خیار میلیچ هست، رو به عقب، موقعیت برای استقلال، تو فرستاده میشه روی دروازه، یک ضربه سر خطرناکه دیگه. قائدی پشت تو قرار گرفته، با پای راست میفرسته به تیر دوم، دیاباته، دیاباته و گل دوم، گل دوم برای استقلال. نتیجه 2-1 میشه. شیخ دیاباته در سکوت محض فرو میبره هواداران سپاهان رو، اون هم در ورزشگاه نقش جهان. این مسابقه ارسال قائدی به تیر دوم، این ضربه سر دیاباته بلند قامت. نگاه کنید ولیسیانی در مهار او ناکام بود و بالاخره کار خودش رو انجام داد و این گونه دروازه نیازمند رو باز کرد. نیازمند هم نتونست روی این توپ واکنشی نشون بده تا نتیجه 2-1 بشه. حالا سپاهان به دنبال زدن گل تساوی است. از زوایای مختلف مشاهده میکنیم، تلاش میکنه تا همه چیز در کنترل او باشه. کیانی میفرسته، موقعیت برای سپاهان، توپ رو برمیگردونن. حالا بار دیگه در این سمت تشکر داره، وریا با پای راست میفرسته به روی دروازه، مدافعین برمیگردونن. حالا در اون سمت یه توپ بیرون، پیام نیازمند، یه موقعیت دیگه برای استقلال. حالا یه فرار، یه نفوذ دیگه داخل محوطه جریمه، روی پای چپ ضربه‌ای که علی دشتی زد و دیاباته میاره به این سمت. شاهین و پارس جنوبی 1-1، فولادم 2-0 گلگوهر رو برد. حالا ارسال توپ، دیاباته، موقعیت، یه ضربه دیگه. خود کیانی حالا با پای راست میفرسته در این سمت، نورافکن کنترل، نورافکن ضربه پای راسته. پورغاز میاد که اون پرتاب های بلند خودش رو انجام بده، بلند به داخل محوطه جریمه، موقعیت، یک ضربه سر، عجب توپی را در آورد حسینی. یک واکنش خیره کننده. با هم ببینیم این ارسال و این ضربه سری که ریگی، خود ریگی ضربه رو میزنه به شکل خطرناکی، توپ به بیرون رفت. معتبر ایتالیایی کاملا عملکرد استراماچونی رو زیر نظر دارن در فوتبال ایران. امید نورافکن و گل تساوی، گل تساوی، امید نورافکن لحظات دروازه استقلال رو باز میکنه بعد از اینکه فصل گذشته آیاندا پاتوسی دروازه سپاهان رو باز کرد. این بار تسلیم میشه حسینی. دو مساوی، خیلی ها دو رو پیش بینی کرده بودن. این ضربه نورافکن، او هم یکی از شاگردای ما
ممتاز قلعه‌نویی بوده در این مسابقه. واقعا یه فوتبال جذاب، تماشایی، دیدنی. چه شبکه سه. خب بازی تموم میشه، تساوی 2-2.